حمله ستیزیجان در افغانستان به بخش زایمان بیمارستان کابل که دست کم 14 کشته شامل مادران و نوزادان آنها را به جای گذاشت، خشم همگانی را برانگیخت و رئیس جمهوری آن کشور به نیروهای ملی دستور آمادگی حمله علیه طالبان را صادر کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این حمله را شرارت محض توصیف کرد که همزمان با یک حمله انتحاری در استان شرقی ننگرهار به یک مراسم تشییع جنازه صورت گرفت. این حملات مجموعاً 56 کشته به بار آورد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت طالبان عهد خود برای کاهش خشونت را شکستند. در عوض آنها بر عملیات نظامی و افزایش حمله به مردم و نیروهای افغان تمرکز کردند. بنابراین ما شاهد علامت واضحی از تعهد طالبان برای خاتمه این جنگ نبودیم. طالبان دخالت در این حملات را انکار کرد، اما کارشناسان میگویند افزایش خشونت نتایج خوبی برای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که به عنوان نخستین گام برای تعامل و آشتی داخلی افغانستان امضا شد ندارد. اگر واقعا حاضر به مذاکره با دولت افغانستان باشید، این نمایش درستی از صلح نیست. به رغم شک و تردید ناشی از حملات، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییتر از دولت افغانستان و طالبان خواست علیه یک دشمن مشترک با هم همکاری و برای صلح تلاش کنند.